با ما همراه باشید با ایران آزادی. چرا میگوییم با مرگ رئیسی خامنه ای ابتر شد؟ بعد از مرگ رئیسی دو ایده مطرح است. ایده اول این است که رئیسی با هر ویژگی هایی که داشته در نهایت در دستگاه ولایت فقیه یک فرد بود. حالا او مرده و الان خامنه ای یکی دیگر را جای آن خواهد گذاشت و آب از آب تکان نخواهد خورد، چرا که حرف اول و آخر را در این حکومت خامنه ای می‌زند. ایده دیگری هم وجود دارد و آن این است که رئیسی در دستگاه ولایت فقیه نماد یک دوره بوده و با رفتنش این دوره به پایان رسیده است. جامعه ایران پا به یک دوره جدید با ویژگی‌های جدیدی گذاشته است که باید آن را بشناسیم و متناسب با آن حرکت کنیم. به لحاظ تاریخی میتوان به دوران هویدا اشاره کرد. هویدا نخست وزیر 13 ساله شاه بود. شاه در مرداد 1356 او را کنار گذاشت و آموزگار را روی کار آورد. آموزگار یک تکنوکرات کارکشته روزگار خودش بود، ولی با رفتن هویدا که نقش سمبولیک داشت و مضحکه آن دوران بود، آغاز پایان سلطنت شاه رقم خورد، چون هویدا نماد دوره ثبات شاه بود. رئیسی نیز حاصل کشت و کار انقباض و یک دستسازی و خالص سازی 32 ساله خامنه ای و به ویژه حاصل جمع‌بندی قیام‌های 96 و 98 بود. رئیسی در این نظام نماد یک دوره بود که رفت و با رفتنش یک دورانی عوض شد. جاستن نیوز آمریکا نوشت: مرگ رئیسی بدون توجه به اینکه به طور واقعی چه اتفاقی افتاد، این رژیم را بی‌ثبات و اقتدار رژیم را نزد مردم ایران متلاشی کرده است. تغییر دوران در جامعه و در مقاومت. بسیار طبیعی است که خامنه ای تلاش می کند با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارد، ولی واقعیت دوران پسا رئیسی چیز دیگر است. مجلس جدید، انتخابات تحمیل شده با همه بحران‌ها و گردنه‌هایش، به کار بردن جملاتی از قبیل لجن پراکنی برای جنگ گرگ‌ها در درون نظام، پاسخ بسیار قاطع و روشن فلسطین و محمود عباس به خامنه ای سر جنگ افروزی در غزه، همه و همه آثار این تغییر دوران است. این تغییر دوران همه جا و من جمله در سطح جامعه تأثیرات خودش را گذاشته و می‌گذارد. جامعه از زیر آوار سرکوب قیام 1401 رفته رفته بیرون می‌کشد. این چیزی است که ما آثار آن را در خیزش اجتماعی و کمپین میلیونی رأی من سرنگونی به چشم می‌بینیم. این تغییر دوران را میتوان در بالا کشیدن سطح تنش و درگیری بین باندهای حکومتی سر انتخابات دید. این تغییر دوران در عرصه مقاومت نیز به خوبی ردپای خودش را به جا گذاشته و چندین هزار عملیات انقلابی و اختناق شکن جوانان شورشی در هفته و عملیات مستمر آتشین آنان در تمامی شهرهای ایران، همه و همه نشان از همین تغییر دوران است. تهدید دوران چیست؟ بعد از مرگ رئیسی، جاده قیام و سرنگونی از یک گردنه و فرازی رد شده است. باید این واقعیت را باور کنیم. وقتی باور می‌کنیم، می‌توانیم انواع درهایی که به روی قیام به ویژه در ایام انتخابات باز شده را مشاهده کنیم. به عکس، وقتی هنوز در دنیای ناباوری و گذشته باقی میمانیم، نمیتوانیم هیچ تغییری را ببینیم. این قانون ساده حاکم بر انسانشناسی است که میگوید وقتی باور کنی میتوانی ببینی.
یعنی تغییرات هست و اتفاق افتاده و آنها را در خودمان و در جامعه و در مقاومت و در کانونهای شورشی و در مردممان می توانیم ببینیم. البته وقتی که تغییر دوران را باور کنیم. پس باید مرگ رئیسی را پایان یک دوران در حاکمیت ولایت فقیه دانست. دورانی که حتی جلاد 67 هم نتوانست در آن چیزی برای خامنه ای درو کند، بلکه برعکس همه دستاوردهای چند ساله خامنه ای را به باد داده است. پس این وظیفه ملی و میهنی است که در شرایط نوین ایران حد اکثر توانمان را برای وارد کردن ضربه نهایی به دشمن به کار بگیریم. پیروزی مردم ما به سمت آزادی و رهایی نزدیک است، چرا که با مرگ رئیسی خامنه ای بی آینده و ابتر شده است.